یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. من اعلام نتایج انتخابات مجلس ایران، میزان مشارکت کمترین بعد از انقلاب، اکثر کرسی ها از آن اصولگرایان. از گلاب و سرکه و ذکر صلوات تا خوردن عسل، بازار داغ شایعات درباره ویروس کرونا. و از 3 دهه حکمرانی بر مصر تا از حبس و بیماری، حسنی مبارک در 91 سالگی درگذشت. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد و اکثر کرسی‌های مجلس آینده به اصولگرایان تعلق گرفت، از جمله در تهران که همه 30 نماینده‌اش از این جناح خواهند بود. ستاد انتخابات می‌گوید محمد باقر قالیباف با بیش از 1,265,000 رأی به عنوان نفر اول از تهران به مجلس راه یافته. وزارت کشور با تأخیری 2 روزه میزان مشارکت در انتخابات را حدود 43% اعلام کرد که کمترین بعد از انقلاب اسلامی است. جزئیات بیشتر از کیوان حسینی. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون. رهبر جمهوری اسلامی ایران نگفت تحریم، ولی به واقعیت فعالیت‌هایی برای تحریم انتخابات اشاره کرد. نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. حالا آخری هم که این بهانه ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. 24,512,404 نفر که 48% بانوان و 50%. وزیر کشور حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و وقتی صحبت از میزان مشارکت در انتخابات این دوره شد، به مسائلی اشاره کرد که در واقع از نگاه بعضی ریشه افزایش نارضایتی های اخیر است. من عرض کنم خدمت همه مردم خوب و عزیزمان، ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود. همچنان که در اظهار نظرهای مقامهای عالی رتبه ایران نیز بازتاب داشت، پیش از آن که چه کسی در انتخابات دوره 11 مجلس برنده شود، اینکه چند نفر در انتخابات رأی بدهند ذهن همه را به خود مشغول کرده بود. در نهایت رقم میزان مشارکت را وزیر کشور روز یکشنبه اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی 42.5% واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند و بدین ترتیب این دوره انتخابات مجلس از نظر میزان مشارکت به انتخاباتی رکورد شکن تبدیل شد. رکورد کمترین میزان مشارکت. به گفته وزیر کشور، استان کوهکیلویه و بوی رحمت با 71% بیشترین و استان تهران با 26% کمترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشتند. انتخاباتی که در نهایت به یکی از بزرگترین پیروزی‌های سیاسی اصولگرایان نیز تبدیل شد. ترکیب مجلس شورای اسلامی تا پیش از این انتخابات بدین شکل بود. این بلوک سبز رنگ که تعداد کرسی‌های نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالگرایان طرفدار حسن روحانی را نشان می‌دهد، اکثریت شکننده مجلس دهم بود. اصولگرایان با 122 کرسی بلوک دوم بودند و باقی نیز به عنوان نماینده مستقل در مجلس حضور داشتند. ترکیب مجلس 11 هیچ شباهتی به این ندارد. در این مجلس اصلاح طلبان از فراکسیونی که نزدیک به 140 کرسی داشت به گروهی با 19 عضو در مجلس تبدیل می شوند. در مقابل اصولگرایان با 220 کرسی اکثریت قاطع و بزرگی را در مجلس 290 نفری ایران به دست آوردند.
40 نماینده مستقل نیز به مجلس 11 راه یافتند و تکلیف 11 کرسی نیز به دور دوم انتخابات کشیده شده. تحریم به دلیل مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی یا به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طرب، در هر حال مجلس 11 روزگار جدیدی را برای سیاست جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد. کیوان حسینی، بی بی سی. نتایج انتخابات مجلس ایران که جمعه گذشته برگزار شد نشان می‌دهد محافظه‌کاران حدود 3/4 از 290 کرسی مجلس را تصاحب کردند. بسیاری از آنها اعضای فعلی و سابق سپاه پاسداران هستند. رهبر ایرانی مجلس را مطلوب توصیف کرد. کسرا ناجی نگاه کرده به پیامدهای ترکیب مجلس آینده. با تکمیل کار شمارش آرا حالا معلوم شده است آنطور که انتظار می‌رفت تندروها اکثریت بزرگی از کرسی‌های مجلس را به خودشان اختصاص دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. دست کم 215 کرسی از 290 کرسی پارلمان در غیاب بخش بزرگی از رای دهندگان. مجلس جدید مجلسی مطلوب رهبر ایران است که از رای دهندگان خواسته بود به کسانی رای بدهند که جلوی آمریکا بایستند. مجلسی در اختیار تندروها که حالا همه اهرم‌های قدرت را به جز ریاست جمهوری در دست دارند. مجلسی که نمایندگان زیادی در آن اعضای فعلی و گذشته سپاه پاسداران هستند. در این انتخابات حکومت رفت به سمت یک دستی و معنای این هست که امنیت نظام رو بر اعتبار و حیثیت و مشروعیت نظام ترجیح داد آقای خامنه‌ای. با ترکیب مجلس جدید دولت حسن روحانی در حکومت ایران بیش از پیش منزوی خواهد شد و ناتوان در پیشبرد سیاست‌هایش. اصلاح طلب‌ها و میانه روها تنها حدود 30 کرسی را اشغال کردند. جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتونه یک دست بشه. در همین مجلس آینده ما شاهد اختلافات و تشتت‌ها خواهیم بود. اون چیزی که الان اصولگراها جشن خودشون می‌بینن واقعا روز عزای اونهاست، چون از این به بعد اونها خودشون رو خلع سلاح تبلیغاتی کردن برای اینکه همه مشکلات کشور رو به گردن مجلس اصلاح طلب و اعتدالی و دولت بیاندازن. در تهران نزدیک به 75% از مردم رأی ندادن. اعتراضی به بی اثر شدن پارلمان با دخالت‌های رهبر و مانع شدن او و شورای نگهبان از انتخاباتی واقعا آزاد. اما آنها که رأی دادن کسانی را به مجلس فرستادند که اقلیت کوچکی را در ایران نمایندگی می کند. اقلیتی اما پر سر و صدا و پیرو سیاست های رهبر که خیلی ها می گویند انزوای ایران را عمیق‌تر می کند، خطر جنگ را بیشتر و فقر را در کشور گسترده تر. کسرانجی، بی بی سی. قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای مجلس در نظر گرفته، اما در چند دهه گذشته عوامل مختلفی از جمله رد صلاحیت‌ها، دخالت‌های خارج از مجلس و فشار بر نمایندگان عملاً باعث شده مجلس از جایگاهش فاصله داشته باشد. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به ساختار مجلس در تئوری و عمل. اینجا صحنه مجلس، یکی از قوای سگانه در جمهوری اسلامیه، محلی که آیت الله خمینی اون رو در رأس امور میدونست. این صندلی ها برای 290 نماینده مجلس که از 31 استان ایران و برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشن. پشت من جایگاه هیئت رئیس است. رئیس مجلس روی صندلی بزرگتر میانی میشینه. او برای اداره مجلس 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر داره. این گروه با رأی سالانه نماینده ها انتخاب میشن. اکثریت مجلس همیشه با مردان بوده. در مجلس اول تعداد زنان نماینده 4 نفر بود و همینطور که میبینید با فراز و فرودهایی این رقم در مجلس دهم به بالاترین تعداد همه دوره ها یعنی 17 نفر رسید. در مورد روحانیون اما روند برعکس بوده. مجلس اول 164 نماینده روحانی داشت ولی در مجلس فعلی 17 روحانی حضور دارند. درباره ترکیب سیاسی مجلس هم باید بگم که
به هیچ وجه فراگیر نیست. مردم میتونن فقط به نامزدهای رأی بدن که شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید کرده باشه. با این شرایط هیچ فعال سیاسی یا عضو احزاب منتقد جمهوری اسلامی تایید صلاحیت نمیشه. حتی بسیاری از کسانی که وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستند هم ممکنه به تیغ رد صلاحیت گرفتار بشن. شورای نگهبان 12 عضو داره. 6 نفر اونها فقیه هستند و 6 نفر اونها حقوقدان. همگی هم مرد. این مردان تصمیم میگیرن که چه کسی اجازه ورود به انتخابات داشته باشه. اونها میتونن به کاندیداهای مجوز ورود به رقابت ها رو بدن که با حاکمیت قرابت فکری داشته باشن. نتیجه این عملکرد حذف بسیاری از گروه های منتقد و دیگراندیش بوده. مطابق قانون، وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارته. اولی رو با بررسی لوایح دولت یا طرح‌های نمایندگان انجام میده، دومی رو هم از طریق تذکر و سوال و استیضاح و کمیته‌های تحقیق و تفحص. دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان زن، فعالان زیست محیطی در حبس و حصر و ستاره دار شدن قرار دارند. موضوع ولی به همین سادگی ها هم نیست. اینها وظایف تعریف شده روی کاغذه. در عمل اما دست مجلس در خیلی از موضوعات بسته است. اصل 72 قانون اساسی میگه که مجلس نمیتونه قوانینی وضع بکنه که با مذهب رسمی و قانون اساسی مغایرت داشته باشه. طبق این قانون شورای نگهبان مثل سنا یا مجلس اولیا بر مصوبه های مجلس نمایندگان نظارت داره. در نتیجه خیلی اوقات مصوبه های مجلس رو رد میکنه. مسائل فراقانونی دیگه هم سر راه نماینده ها هست. مصوبه ها و تصمیمات نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی سران قوا و حتی نظرات و پیغام های رسمی و غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس روال کار پارلمان رو کندتر کرده. تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه. همینجا تمام کنن قضیه رو. در اصل 84 قانون اساسی هم نوشته شده که هر نماینده‌ای در برابر تمام ملت مسئوله و حق داره که درباره همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنه. اما گاهی اظهار نظرها و یا تلاش برای استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس باعث احضار و بازداشت نمایندگان شده. در بسیاری از موارد هم این نمایندگان در دوره‌های بعدی رد صلاحیت شدند. قراره که به زودی تکلیف این صندلی ها برای یک دوره 4 ساله دیگه روشن بشه. با این حال نمایندگانی که در دوره نمایندگیشون تحت نفوذ نهادهای امنیتی و زیر سایه دخالت های نهادهای موازی یا بالادستی هستند چندان دست بازی هم برای تصمیم گیری ندارن. این شرایط مجلسی رو که روزی قرار بود در رأس امور باشه فرسنگ ها از جایگاه قانونیش دور کرده. هفته گذشته مرکز بهداشت عمومی بریتانیا اعلام کرد مسافرانی که از ایران وارد این کشور می شوند حتی اگر علائم ظاهری ابتلا به ویروس کرونا را نداشته باشند باید 2 هفته خود را قرنطینه کنند. این مرکز به مدارس بریتانیا هم گفته دانش آموزانی که اخیراً به کشورهای منشأ ویروس از جمله ایران سفر کردند باید در قرنطینه شخصی بمانند. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. مسافرانی که از ایران به بریتانیا سفر می کنند باید خود را برای 2 هفته در قرنطینه آماده کنند. تمام مسافرانی که از ایران و بخشهایی از ایتالیا به بریتانیا می آیند باید 2 هفته در قرنطینه بمانند، چه دارای نشانه های بیماری باشند و چه نباشند. پیشتر این توصیه رسمی برای مسافرانی بود که از شمال ایتالیا، کره جنوبی و چین به بریتانیا می آمدند. حالا ایران هم به این فهرست اضافه شده. این کشورها بیشترین شماره مبتلایان به ویروس کرونا و سریع‌ترین روند ابتلا را دارند. دانش آموزانی که برای تعطیلات میان ترم به یکی از این کشورها سفر کردند باید برای 2 هفته در قرنطینه باشند. همینطور اگر اعضای خانواده آنها با کسی که در چند هفته گذشته از این کشورها به بریتانیا آمده تماس نزدیک داشتند، باید خود را قرنطینه کنند.
روز گذشته مدرسه خصوصی در بریتانیا شاگرد ایرانیش که در تعطیلات به ایران سفر کرده بود را به خانه برگردانده و از همه خانواده ها خواسته تا برنامه سفرهای آینده ایشان را هم با مدرسه در میان بگذارند. جان سنو یکی از خبرنگاران و مجریان تلویزیون شبکه 4 بریتانیا که هفته پیش برای تهیه گزارش به ایران رفته بود پس از بازگشت خود را در خانه اش قرنطینه کرده است. برای اینکه در 4-5 روز گذشته ایران بودم الان خودم رو قرنطینه کردم و نباید جایی که مردم هستند و شلوغ هست برم. با اینکه در زمان اقامتم در ایران به مناطقی که این بیماری بیشتر دیده شده نرفته بودم ولی با این حال برای 2 هفته در قرنطینه خواهم بود. هیچ نشانه ای از بیماری هم ندارم و خب در خونه موندن برای آدمی مثل من سخت و خسته کننده است ولی چاره ای نیست و فعلا در خونه میمونم. در چندین مدرسه در بریتانیا موارد مشکوکی از ویروس کرونا دیده شده که در نتیجه گروهی از دانش آموزان و کارکنان مدرسه برای 2 هفته به خانه فرستاده شدند. بیشتر این افراد کسانی بودند که برای تعطیلات به شمال ایتالیا سفر کرده بودند. هراس از انتشار ویروس کرونا از طریق مسافران ایرانی با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی بالا می گیرد. چه برای مسافرانی که به شهرهای داخلی سفر می کنند، چه آنها که از ایران خارج می شوند. آنایتا شمس، بی بی سی. با بالا رفتن شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، بازار توصیه ها، شایعات و درمان هایی که لزوماً منشأ پزشکی ندارند هم داغ است. علی همدانی نگاهی کرده به این شایعات. دست بدیم. آره. اسکه قراره دیگه دست ندیم. ولی من دست می‌دم. من اینم کمپین انداختم. دیدی نشدی؟ دست به کار شدن جامعه مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی. ما قدم اول رو با زدن این نشونه آغاز کردیم. این کارزار تشویق شهروندان برای دست ندادن و نبوسیدن یکدیگر. رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد همزمان با تلاش رادیو و تلویزیون حکومتی برای کاستن از نگرانی عمومی ناشی از بیخبری یا عدم اطمینان به رسانه‌های حکومت. بازار شایعات داغ، داغ‌تر از شایعات بازار توصیه‌های پزشکی است. شبکه‌های اجتماعی به کنار، رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی هم کم نگذاشتند. نشان به نشان خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، ویروس کرونا تبعش سرد است، گرمی بخورید. یا توصیه به قرقره سرکه و گلاب و قرقره سرکه و نمک. یا این یکی از خبر آنلاین، توصیه به خوردن عرق بید و عرق نعنا برای آنچه تقویت ریه در مقابل کرونا خوانده. توصیه هایی که در سایر نقاط جهان شنیده نمی شود. همه می خواهیم زندگی خوب و آرومی داشته باشیم. در زندگی هم استانداردهای بهداشتی خودمون رو داریم که گاهی به خاطر عادت کردن بهشون جزئیاتش رو فراموش میکنیم. مقابله با کرونا ویروس یادآوردن همین جزئیاته. همه میدونیم چه جوری دستمون رو بشوریم. همه میدونیم بعد از شستشو باید دستمون رو خوش بکنیم. اما نه با هر دستمال کاغذی، خصوصا در اماکن عمومی. دستمالهایی که خارج از محفظه هستن میتونن باعث انتقال ویروس بشن. یکی دونه از این دستمالهای شخصی در جیبتون داشته باشین که در بسته هستن و میتونین همیشه هر وقت که لازم شد ازشون استفاده کنید برای اینکه دستتون رو بتونین خوش بکنین. در ضمن هممون خوبی این ژل‌های ضد عفونی دست رو شنیدیم، میدونیم که بسیار خوبن، اما نمیتونن جای شستشوی دست رو بگیرن. در ضمن یادمون باشه که بسیاری از این ژل‌ها در واقع ضد باکتری هستن، نه ضد ویروسی مانند کرونا. لزوما نمیتونن کمکمون کنن برای مقابله با ابتلا به ویروس کرونا. در مجموعه وسیله‌های شخصی که داریم، وسیله‌ای هست که هممون بهش اعتیاد داریم، از صبح تا شب هم گرفتارش هستیم، تلفن‌های همراه. این تلفن‌ها میتونن یکی از آلوده‌ترین وسیله‌ها باشن. روزی یکی دو بار با محلول‌های ضد عفونی الکل‌دار تمیزشون کنید. ماسک از آن اقلام نایاب این روزها. ماسک ها مانع از ابتلای بیماری نمی شوند، بلکه مانع از انتقال بیماری از شخص مبتلا به دیگران می شوند. اگر در اماکن عمومی مانند قطار یا اتوبوس فردی با علائم سرماخوردگی دیدید، لازم نیست فرار کنید، فقط از او فاصله بگیرید. اگر ماسک دارید، به ماسکتان دست نزنید، دستتان را به چشم، بینی و دهان نمالید. فعلا در قهوه خانه ها سراغ قلیان نروید. گرچه سر لوله قلیان می تواند یک بار مصرف و عاری از ویروس باشد، اما لوله و حتی خود قلیان می تواند حامل ویروس بیماری های تنفسی از جمله کرونا باشد. شب عید. سوال بپرسم از شما ها، می خوام بپرسم بمید. فاطمه جان چه بوی میاد؟ بو عید میاد؟ بوله شده هم میاد. 24 روز مانده تا نوروز دلانگیز.
بوی نوروز آمیخته با نگرانی از ویروس کرونا. اگر برای خرید شب عید به خیابان، بازار و مغازه ها می روید، مناطق شلوغ برای افرادی حساس تر به ویروس مانند افراد مسن‌تر یا با دستگاه ایمنی ضعیف‌تر مناسب نیست. آجیل و نقل و نباتی که بسته‌بندی نیستند، ماهی قرمزهایی که معلوم نیست منشأشان از کدام کشور، شاید از چین باشد، می توانند شاید برایتان دردسر درست کنند. و این نکته، لازم نیست برای پیشگیری از ابتلا خود درمانی کنید. آنتی بیوتیک‌ها را سر خود تجویز نکنید. نصیحت که خالی بود از غرض، چه داروی تلخ است دفع مرض. این شعر از سعدی بود و من علی همدانی، بی بی سی. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر درگذشت. او 91 سال سن داشت. آقای مبارک 3 دهه بر مصر حکومت کرد. او 9 سال پیش در پی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی از قدرت کنار رفت و به جرم مشارکت در کشتن معترضان به زندان افتاد، اما 3 سال پیش آزاد شد. حسیب عمار نگاهی کرده به زندگی سیاسی او. مردی که از میدان جنگ به صحنه سیاست آمد. رشادتش در جنگ اکتبر سال 1973 بر ضد اسرائیل در مقام فرمانده نیروی هوایی مصر او را به قهرمان ملی تبدیل کرد. ظاهرا همین نقش هم او را به مقام معاون رئیس جمهوری رساند و هم نقطه اتکایی بود برای مشروعیتش در طول 3 دهه زمامداری. در 6 اکتبر سال 1981، روزی که اسلامگراهای تندرو انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر را ترور کردند، بخت به او لبخند زد. 8 روز بعد بر مسند حکمروایی مصر پرجمعیت ترین کشور عربی نشست، اما در یک مرحله دشوار. اما این مرد که برخی او را یک رئیس جمهوری تصادفی توصیف می کنند، پس از محمد علی پاشا بنیانگذار مصر مدرن توانست بیشترین مدت را در قدرت بگذراند. او موفق شد مصر را که در پی بستن قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 در بین کشورهای عربی در انزوا قرار گرفته بود، دوباره به یک بازیگر اصلی در صحنه سیاسی جهان عرب تبدیل کند. مبارک به دلیل همراهیش در جنگ آمریکا علیه عراق در سال 1991 و همچنین حفظ پیمان صلح با اسرائیل برای غرب یک متحد کلیدی بود. هر سال نزدیک به 2 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کرد. در گفتگوهای صلح خاورمیانه نقش مهم داشت و یک میانجی اصلی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بود. این مواضع او اما با خشم گروه‌های اسلامگرا، چپی و ملی‌گرا همراه بود. در این میان اسلامگراهای خشونت طلب برخی از خونین‌ترین حملات را علیه نیروهای پلیس و گردشگران غربی در مصر انجام دادند. اسلامگراهای افراطی را به شدت سرکوب کرد و با پایان دهه سال 1990 آنها را شکست داد. این وضعیت همزمان دستاویزی قرار گرفت تا او ثبات امنیتی و اقتصادی را بر توسعه سیاسی ترجیح دهد. متحدان غربی او هم از همین بابت از عملکرد مستبدانه‌اش چشم پوشی کردند. وقت وضعیت سلامتی مبارک رو به وخامت گرایید، صحبت از میراثی شدن قدرت و آماده کردن پسر برای جانشینی پدر به میان آمد. این هم دلیل دیگر شد تا مصری ها از مبارک بیشتر به سطوح آید. به رغم روش سرکوبگرانه پلیس مبارک، با آغاز سال 2005 جنبش کفایه و برخی دیگر گروه ها به برگزاری تظاهرات خیابانی آغاز کردند. وخیم شدن اوضاع اقتصادی کارگران را هم به اعتراض و تظاهرات واداشت. اما گویی مبارک این همه خشم و نفرت را اصلا نمی دید و هر سال عزمش برای باقی ماندن در قدرت جزم تر می شد. تا زمانی که در سینه‌ام قلبی تپنده دارم و نفس می‌کشم، مسئولیت خود را انجام می‌دهم و امانت را حمل می‌کنم. مسیر گذار با آینده را با شما ادامه می‌دهم. در سال 2010 که انتخابات پارلمانی برگزار شد، حزب مبارک همه کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. مخالفان نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و دست به تشکیل یک پارلمان متقابل زدند. مبارک این گونه واکنش نشان داد. بگذارید که خوش باشند. کمتر از یک ماه از این سخنرانی نگذشته بود که نخستین جوانهای بهار عرب در تونس شکفت. جوانان مصری با الهام از تونسی ها در 25 ژانویه سال 2011 روز جشن پلیس مصر دستگاه سرکوبگر مبارک به خیابان ها ریختند.
پس از 18 روز تظاهرات شبانه روزی صدها هزار معترض مصری، برای مبارک چاره جز رفتن نماند. همان گونه که غیر منتظره به پله‌های قدرت صعود کرد، شتابان سرنگون شد. اما او نخواست بدون دفاع از خود صحنه را ترک کند. هنوز پیش از وقت است که از داوری تاریخ در مورد حسنی مبارک صحبت کرد. اما مردی که به عنوان قهرمان ملی به میدان سیاست قدم گذاشت، به عنوان فرعون عصر از قدرت خلع شد و نخستین رهبر عربی بود که به اتهام ارتکاب جنایت به دادگاه کشیده شد. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.